برنامه را با دو خبر کوتاه ادامه می دهیم. خبرگزاری دولتی سوریه در ساعت اولیه صبح پنجشنبه گزارش داد حمله اسرائیل به مواضع متعدد در جنوب سوریه چند کشته و مجروح داشته است. بر اساس این گزارش یک منبع نظامی اعلام کرد اسرائیل حدود ساعت 23:40 دقیقه شامگاه چهارشنبه به وقت محلی از بلندی‌های جولان به چند منطقه در جنوب سوریه حمله کرد و پدافند هوایی سوریه چند فروند موشک اسرائیلی را رهگیری کرد. به گفته این منبع نظامی پدافند هوایی سوریه چندین فروند موشک اسرائیل را رهگیری کرد، اما این حملات در نهایت دو کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. نتیجه یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هدف جهانی تعیین شده برای کاهش میزان کم تحرکی افراد تا سال 2030 احتمالاً محقق نخواهد شد. نظرسنجی که در نشریه گلوبال لانست منتشر شده نشان می‌دهد که سطح کم تحرکی افراد بین سال‌های 2010 تا 2022 5% افزایش یافته است و زنان کمتر از مردان ورزش می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت میگوید یک سوم بزرگسالان در سراسر جهان به دلیل اینکه به حد کافی ورزش نمی کنند بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان، سکته مغزی و دیابت قرار می گیرند. این سازمان به بزرگسالان توصیه می کند که هر هفته 150 دقیقه ورزش عادی و یا 75 دقیقه ورزش سنگین انجام بدهند.